کسانی ایمان دارم به دعایی که برادرمون آرش کرد که امروز میشود انجام شدنیه. خدا از آسمان و فرشتهاش آمین گفته. آمین. چه کسانی امروز با امید و انتظار اومدن اینجا عزیزان، امید و ایمان که خدا قادره به وسیله روح القدسش عزیزان ما رو رهبری کنه. آمین. ما رو رهبری کن، نزد آب‌های زنده ببره، نه فقط نزد آب‌های زنده ببره، بلکه زمین دل ما رو سیراب کنه، ما رو توانگر بسازه. آمین. باور دارین؟ پس بزن قبل از این که این پیامو بشنویم با هم سرپا بایستیم و او رو بستاییم، جلال او رو بستاییم، این خدای عالی رو بستاییم. با زبان‌های خودتون حتی شده دو کلمه برای او بانگ شادمانی بزنین. خدایی که به جلال خودش آراسته، خدایی که سلطنت گرفته، خدایی که هیچ چیز نیکو رو از بچه هاش من نمی کنه، بچه هایی که در راستی پسرش سالک هستن، فریاد شادمانی برای او بلند کنین، بانگ شادی بلند کنین. هنوز ندیده از او شکرگزاری کنین برای عمل دست او، برای تردد این عیسی ناصری که بین ما تردد خواهد کرد و جامهای ما رو، زمینهای خشک ما رو سیراب خواهد کرد. آمین. آمین. شکر. زیاد بانگ شادمانی نبود اما اوکی. امیده که در این هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم عزیزان، گره های نفسانی درونی ما باز شده باشه. آمین. اون گره های نفسانی ما باز شده باشه تا روح القدس، اون نینواز هستی بخش، بتونه از لابلای این مجراهای باز شده ما زیباترین نغمه ها رو از طریق ما در ما بسرایه. آمین. ایمان دارین که خداوند قادر این کار بکنه؟ یکی از موضوعات از اون بسیار مهم عهد جدید که خیلی خوبه که هر ایمانداری از اون مطلع بشه اینه که دریافت پوری روح القدس، روح القدس رو با پوری دریافت کنه. اولین روایت ظهور عیسی مسیح بعد از قیام یادتونه و شاگردا تئاترش رو اینجا دیدیم، چه تئاتر زیبایی بود، همتون برکت گرفتین. در یوحنا باب 20 آیه 22 که شاگردان از ترس یهود رفته بودن اون بالاخانه، درارم بسته بودن، داشتن همجون میلرزن که ناگاه عیسی خداوند در میان ایشان ایستاد و چیکار کرد؟ گفت سلام بر شما، شالوم بر شما، سلامتی بر شما، چنان که پدر من رو فرستاد من نیز شما رو میفرستم. و بعد بر اونها دمید و گفت روح القدس را بیابید. عزیزان دمیدن عملیه که یه فلوت نواز، کسی که فلوت می نوازه، در نی خودش انجام میده. میدمه بر نی خودش که چیکار کنه؟ یه صوتی رو ایجاد کنه. آمین. بعد از دمیدن عیسی مسیح بر شاگردان چه صوتی به گوش ها رسید؟ چه صوتی شنیده شد؟ چه صوتی تولید شد؟ اونا تولد تازه پیدا کردن، اونا خلقت تازه به دست آوردن. از اون شاگردان 3.5 سال با عیسی مسیح خداوند بودن، اونا ایمان داشتن که عیسی مسیح خداونده، درسته یا نه؟ اما بعد از قیام ایمان داشتن که عیسی مسیح از مردگان قیام کرده، از قبر و مرگ گذشته و به وسیله ملاقات با عیسی مسیح قیام کرده و دمیدن روح هستی بخش عیسی مسیح، اونا چی شدن؟ تولد تازه پیدا کردن، خلقت تازه پیدا کردن. دقیقا کاری که عیسی مسیح که ما در پیدایش باب 2 آیه 7 میبینیم، میگه پس خداوند خدا آدم رو از خاک زمین ساخت بسرش و در بینی او روح حیات دمید تا اون نفس زنده شد. درسته؟ همین کار و همین دمیدن عیسی مسیح الگوییه که در پیدایش بود. عیسی مسیح چیکار کرد؟ این خلقت تازه، این تولد تازه دقیقاً از همون الگو داره پیروی میشه. اما این بار عزیزان کسی که دمید کی بود؟ کسی که از قبر و مرگ گذشته بود، یه حیاتی شگفت‌انگیز، یه حیاتی متعال، یه حیاتی که بر هر شرارتی میتونست عزیزان غلبه کنه،
اما اینجا یک امای بی نهایت بزرگه که باش رو به رو هستیم. با اینکه عیسی مسیح بر اونا دمیده بود، اونا هیچ راهنمایی برای زندگی خودشون نداشتن، اونا زندگی روحانی هدفمندی نداشتن، اونا هیچ جسارتی نداشتن، اونا سفیر و سرگردون بودن. یادتونه پتروس رفت دنبال ماهیگیری، رفت دنبال زندگی خودش. در اورشلیم هم هیچ اتفاقی نیفتاده بود، سوت و کور از یک شنبه قیام عزیزان تا یک شنبه صعود هیچ رویایی در زندگی الهی شاگردان دیده نمی شد، با اینکه تولد تازه داشتن، درسته یا نه؟ برای همین در یوحنا باب 16 آیه 7 میگه من به شما راست میگم به شاگردان، رفتن من برای شما مفیده، چون اگه نرم روح القدس نمیاد، من باید برم تا این تسلی دهنده بیاد. و در آیه 12 میگه بسیار چیزهای دیگه دارم که به شما بگم، اما الان طاقت تحملشو ندارین، نمیتونین با این درک طبیعی چیکار کنین بفهمین. عیسی 3.5 سال با شاگردان بود، چی میخواست بگه که با این جمله شروع کرد؟ عیسی مسیح هیچ وقت دروغ نگفته بود، ولی برای اینکه حواس اونا رو جمع کنه، تمرکز اونا رو داشته باشه، با این جمله شروع کرد. ببین عزیزان، من دروغ نمیگم، دارم راست میگم. 3.5 سال با من بودین، آیات و معجزات عظیمه دیدین، شاگردان من بودین، منو پیروی کردین. ولی چیزی که الان میخوام بهتون بگم، وقتی روح القدس بیاد چیزهایی خواهید تجربه خواهید کرد که اصلا به فکرتون خطور نکرده باشه، چیزهای حیرت انگیزی در راهه. این چیزهایی که با من دیدین یه قطره‌ست عزیزان، چیزهای بسیار دارم که به شما بگم که شما با این درک طبیعیتون قادر نیستین که بفهمین. اسراریه که میخوام به شما بگم که شما با این درکی که دارین اگه روح القدس بر شما نیاد شما نمیتونین بفهمین. شما رو میخوام وارد یک رابطه که من و تویی بکنم که اگه روح القدس نیاد با این حالی که دارین، فقط با نجات و تولد تازه نمیتونین وارد اون رابطه عمیق با خدا بشین. عزیزان، برای اینکه این موضوع رو عمیقا متوجه بشین، میخوام مثالی بزنم از رابطه‌ای که در انسان‌ها، 3 نوع رابطه در انسان‌ها وجود داره. اولین رابطه چیه؟ رابطه فیزیکیه. رابطه ایه که متاسفانه بین خیلی از زوجها هست، چون فقط در حیطه سطح جسم فیزیکه، برای همین اکثرا 99% این ازدواج به طلاق منتهی میشه. سطح دوم رابطه ای که در جان و شخصیته. دیدین بعضی ها مثلا میگن که میگیم برو تو این حاصله، برو مثلا با این، میگه نه شیمی من به این نمیخوره من با این جور در نمیام، شخصیت همون با هم جور نیست. رابطه در این سطح عزیزان، سطح جان و شخص، اگه بخوایم مثال بزنیم، در اول سموئیل باب 16 میتونیم بریم بخونیم، دوم سموئیل باب 1 میتونیم بخونیم. داوود و یوناتان بودن، اصلا دوتا مرد بودن، اونا هم جنس باز نبودن، هیچ رابطه فیزیکی نداشتن، ولی انقدر در روح، در جان و شخصیت با هم یک بودن که در دوم سموئیل باب 1 میگه ای برادر من یوناتان، وقتی که فوت میکنه یوناتان، چقدر دلتنگت هستم، ای نازنین من چقدر عزیز برای من بودی، محبت تو عجیبتر از محبت زنان برای من بود. چی بود عزیزان؟ در حیطه جان بود، در حیطه شخصیت بود. اما نوع سوم رابطه در حیطه روح عزیزان، رابطه روحانی، که احدی نمیتونه وارد این رابطه بشه مگه اینکه روح القدس بر او بیاد، پوری روح القدس رو تجربه کنه. عزیزان، این همون درجه ایه که پولس رسول به اون نائل شد، که پتروس هرگز به اونجا نرسید. اگه پتروس میخواد به اون مرحله برسه، بعد از مرحله اون 3.5 سال که با چشمای جسمانیش دید، با دستش لمس کرد، با گوشاش صدای عیسی رو شنید، از اون باید خارج میشد، از اون سطح باید بالاتر میرفت. اگر میخوایم از خدا رو صمیمانه بشناسیم، درک کنیم بزرگترین هدیه عطیه‌ای که خدا به ما داده خود خداست،
که طریق روح القدس در ما و با ما ساکن میشه. اصلا نمیدونم چقدر هیجان انگیز زده هستیم. من خیلی هیجان زده هستم. نمیدونم همینجوری فقط همینجور نشستیم بی خیالی که چه خدایی داریم. چه خدای بی نظیری داریم که انقدر مشتاقه که ما انسانهای خاکی رو که دماغمون بگیره جونمون در میاد وارد یه هیته‌ای بکنه که رابطه‌ای به طور خاص با او داشته باشیم که هیچ کس دیگه در دنیا نمی. این منحصر به فرده در مسیحیت عزیزان. بین 7000 وعده این به طور خاص یه وعده خاصه برای فرزندان نجات یافته. لیکن چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافت تا شاهدان من خواهید شد در اورشلیم، در یهودیه، در سامره، در اقصای جهان. بنابراین ما باید پوری روح القدس رو تجربه کنیم. نباید انس بگیریم بدون پوری روح القدس همجور بریم و بیایم. اما سوال برای چی؟ هدف چیه؟ تا قوت بیابیم، تا حکمت بیابیم، تا جسارت بیابیم که رساله زنده او بشیم، شاگرد حقیقی او بشیم، شاهدان او بشیم. این اتفاق برای خیلی ها که الان روی صندلی نشسته رخ نداده، با اینکه در زمان تولدشون اقرار کردن که عیسی مسیح خداونده، با اینکه خلقت تازه رو دارن، اما این تجربه پوری رو دریافت نکردن. خدا امروز میخواد از قوت او از اعلی آراسته بشین. در اعمال باب 2:1 میگه چون روز پنتیکاست رسید به یک دل در یک خانه در یک جا جمع بودن که ناگه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد، تمام آن خانه را پر ساخت و زبانه های منقسم شده آتش مثل زبانه های آتش بر ایشان ظاهر شد و هر یکی از ایشان، عزیزان، بر هر یکی از ایشان قرار گرفت. همه از روح القدس پر شدند و به زبان های مختلف به نوعی که روح به آنها قدرت تکلم میداد شروع به سخن گفتن کردند. عزیزم من میخوام با یه حرکت تصویری اینو ببینین. این گوگرده عزیزم، این چوب کبریته، درسته؟ وقتی این دوتا با هم استکاک پیدا میکنه جرقی تولید میشه، یه شعله نارنجی رنگ، درسته؟ امیدوارم که این خیلی چوبش قدیمیه بتونه طاقت بیاره تا پایین بره، اقلا یه مقداری نیست؟ تمامه وقتی نگرش داریم اگه یه چوبش درست حسابی باشه فقط به این سر منتهی نمیشه، تمام قسمت چوب روی آتش میبلعه، درسته یا نه؟ تمام این قسمت بلعیده میشه. عزیزان 2000 سال پیش کبریتی در اورشلیم روشن شد که اول انقدر آتیشش کوچیک بود که تعداد معدودی از افراد گرم شدن، ولی این شعله آتش روح القدس از طریق شاگردان عیسی مسیح منتشر شد. تمام اورشلیم، یهودیه و سامره و تمام اقصای روب به مسکون رو چیکار کرد؟ فرو گرفت. و بعد سه تا عبارت خیلی مهمه در این آیاتی که براتون قرائت کردم که میخوام لطفاً مرسی عزیزان، بر هر یکی از ایشان قرار گرفت، نیست؟ قرار گرفت، از بالا اومد. اینه وقتی که تعمید میگیرین چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ این اشاره به قوطه ور شدن، یعنی آب میاد این لیوانو داره قوطه ور میکنه، درسته؟ روز تعمید آب شما زیرابی رفتین، از زیر تو آب قوطه ور شدین، ولی اینجا از بالا روح نازل میشه. خب بعد میگه چی؟ و هر یکی از ایشان قرار گرفت ایشان پر شدن. میتونست از همین قوطه ور شدن متوقف بشه، نیست؟ میتونست پر بشه اما لبریز نشه، ولی اون روز چه اتفاقی افتاد؟ پر شدن، پر شدن.
و نه فقط پر شدن و لبریز شدن. این قسمتی که میگه بعد شروع کردن به زبانهایی که روح به ایشان قدرت تکلم میداد شروع به سخن گفتن کردن. اشاره به چیه؟ لبریز شدنه. شاید الان بعضیا اصلا قوتورم نشدن. ممکنه قوتور شدین یه مقدار، فقط پر نشدین. ممکنه پر شدین، فقط لبریز نشدین. عزیزان، وقتی به این نگاه میکنیم میبینیم این دقیقا هم روحانیه هم چیه؟ عقلانی. با عقل خودمونم قابل سنجشه، درسته؟ میگه زبان از زیادتی دل سخن میگه. کجا میگه عیسی مسیح؟ در متی باب 12 فکر کنم آیه 34. دیدین یه نفر میگه پر خشمم، پر خشم دیگه، درسته؟ حالا خودشو نگه داره یه جایی این بیرون میزنه چون توش پر خشمه. افرادی دیگه، من خیلی اینو شنیدم، پر غم و غصه هم. پر غم و غصه است. اگه یه مکان یه فضایی باز کنی شروع میکنه به درد دل کردن، درسته؟ وقتی پر میشی از روح القدس عزیزان، مرحله اول چی بود؟ قوتور شدن. مرحله دوم چی بود؟ پر شدن. اینی جایی که زیر آبشاری قرار میگیری، نیست؟ آبشار، تو نمیتونی یک صدم ثانیه عزیزان کنار آبشار وایسی، حتی از فاصله دور، بدونی که نم، تراوت و خیسی او به تو برخورد نکنه. و بعد میگه آنها پر شدن. حد پری چقدر بود؟ پر شدن. بعد شروع کردن به سخن گفتن، یعنی لبریز شدن. این کاملا هم روحانی هم عقلانی. وقتی پر میشی از روح خدا چه چیزی به وجود میاد؟ شروع میکنی به زبانها. و نکته مهم اینه عزیزان که این یک تجربه عینی بود، درونی نبود. تو درونم یه اتفاقی افتاد. همه دیدن، همه شنیدن. اونها جسارتی پیدا کردن عزیزان که قبلا بی بهره بودن. اونها تولد تازه داشتن عزیزان، درسته؟ ولی اصلا جسارت نداشتن برای اینکه کار مسیح رو ادامه بدن. حکمت نداشتن، درسته یا نه؟ اونا بصیرت نداشتن با اینکه تولد تازه داشتن. ولی بعد از چند لحظه که پری روح القدس رو تجربه کردن چیکار شد؟ میگه پتروس چقدر زیبا با آن 11 تن ایستاد. پتروس میخواست صحبت کنه ولی این روح قدوس الهی به قول برادرمون آرش چقدر زیبا گفت، اتحاد به وجود میاره. اون اتحادی که همه جمع شده بودن اینجا چقدر زیبا نمود داره. چقدر زیبا وقتی پتروس ایستاد، اونا نگفتن پتروس داره حرف میزنه، هر کی ساز خودشو بزنه. همه 11 تا کنار او ایستادن. بعد پتروس آواز خود رو بلند کرد و گفت ببین عزیزان، ما مست نشدیم ها، چرت و پرت هم داریم نمیگیم اگه به زبانهای غیر داریم سخن میگیم. این عملی که انجام شد، این واقعه شگفت انگیز، همون پیشگویی یوئیل نبیه که گفت در زمانهای آخر روح خودم رو بر تمامی بشر خواهم ریخت. دختران و پسران شما نبوت خواهند کرد، جوانان شما رویاها خواهند دید، پیران شما خوابها خواهند دید، روح خود را بر کنیزان و غلامان شما خواهم ریخت. این همونه. اون نمیتونست یک ساعت پیش قبل موعظه کنه عزیزان. اون نمیتونست چنین بینش عمیقی، با اینکه عهد عتیق بود مال یوئیل، نی؟ از کلام خدا داشته باشه. برای یک لحظه کلام خدا چنان برای او زنده شد، چنان روی پاهاش برای ماموریت و رسالتی که خدا به او داده بود ایستاد که هیچکی نمیتونست جلو اون رو بگیره. پتروس دیگه بعد از اون دنبال ماهیگیری نرفت، دنبال زندگی معمولی خودش نرفت. عزیزان، سه تا تفاوت عمده است بین یک شنبه قیام و یک شنبه پنتیکاست. یک شنبه قیام، یک شنبه عیسی مسیح قیام کرده بر شاگردان دمید. نتیجه چی شد؟ نتیجه چی شد؟ شما بدونی که ببینی میتونید، تولد تازه، خلقت تازه. در یک شنبه پنتیکاست عزیزان، عیسی جلال یافته، عیسی صعود یافته چیکار کرد؟ روح القدس رو نازل کرد. نتیجه چی شد؟
قوت یافتن، حکمت یافتن، جسارت یافتن، چیزی که قبلا نداشتن. عزیزان هیچ کدوم با اینا با هم دیگه هیچ تضادی با هم نداره. هر دو هدف خدا برای قوم خودش هست. روح القدس رو بیابید عزیزان. این یک فرمانه، پیشنهاد نیست. عیسی مسیح خداوند معمولا پیشنهاد نمی‌کنه، بلکه فرمان میده. در تجربه‌ای که در اعمال رسولان باب 8 بود، بریم بخونین، افراد رفتن اونجا بشارت انجیل رو دادن، همه چیکار کردن؟ به عیسی مسیح خداوند ایمان آوردن عزیزان، تولد تازه یافتن، اونجا معجزات به وجود اومد، اعمال عظیمه به وجود اومد، شفاها، آزادیها. اما یک اما بزرگ اونجا بود. باید پتروس و یوحنا رو میفرستادن سامره تا این دو عزیز که پر از روح القدس بودن و اونا دست میگه گذاشتن آیه 16 و اونا پری روح القدس رو تجربه کردن و میگه همه دوباره دیدن به زبانهای غیر سخن گفتن. از این چیزی که حائز اهمیت برای دریافت روح القدس، لازم نیست ماها صبر کنی، لازم نیست هی التماس کنی بده روح القدس رو، تعلیمات مختلف ببینی، فقط دریافت کن، فقط دریافت کن. سوال، چگونه دریافت کنم؟ اگه میشه؟ اصلا با عقل جور در نمیاد. لوقا باب 11 آیه 11 واژه‌های خیلی تشویق‌آمیزی داره میگه عزیزان. آیه‌ای که خود خدا مهر زده، تضمین میکنه، میگه شماها که پدر هستین روی زمین، بچه‌هاتون اگه بهتون نان، از شما نان بخوام بهشون سنگ میدین، اگه ماهی بخوان مار میدین، شما که شریرین بهترین ها رو برای بچه‌هاتون میخواین، چقدر بیشتر پدر آسمانی. هرگاه روح القدس رو از او بطلبید میشنود و به شما خواهد داد. شلوس هاست. آمین برای خداوند ما. اما مسئولیت دریافتش با خودتونه، مسئولیت طلبیدن با خودتونه عزیزان. یوحنا باب 7 آیه 37 میگه در روز بزرگ عید عیسی ایستاد ندا کرد، هر که تشنه باشد، هر که تشنه باشد نزد من آید و بنوشد. کسی که به من ایمان آورد، چنان که کتب میگوید، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. دو سه تا آیه بعد میگه اینو در مورد روح القدس گفت، پری روح القدس، این نهرهای آب زنده که از بطنهای شما جاری میشه، اشاره به روح القدس عزیزان. عزیزان میگه بطن، انگار یه جایی در وجود ما وجود داره عزیزان، یک مکانی وجود داره در این قسمت وجودی ما که مختص روح القدسه عزیزان. اون جایگاه مان روح القدسه. این بطن کجاست؟ درون شماست. این تجربه از کجا؟ از بطن من خارج میشه، روح القدس از بالا نازل میشه. این تجربه انگار یک کانالی هست در درون من برای جاری شدن روح القدس، دریافت روح القدس و جاری شدن روح القدس. اما سه تا پیش شرط داره عزیزان. یک، تشنه باشد. نمیگه ده یک بدین، تعلیم ببینین، روحانی باشین، الهی دان باشین، نمیدونم خیلی شبانان فقط میتونن، نه، فقط تشنه باشین عزیزان. اگه تشنه خدا نیستی، انقدر خودت پوری، متاسفم برات. اگه انقدر حلهوله های دنیا تو رو سیر کرده، متاسفم برات. اگه انقدر از آرزوهای شخصی و دنیاوی پر هستی، بازم قلبم متاسف هستم برات، چون این وعده مختص تشنگانه. اگه تو اینجا هستی و نیازمند خدایی، مسکین در روحی، احساس بیکفایتی میکنی، اینو به تو قول میدم که امروز خوش به حالت خواهد شد. نزد من آیید عزیزان. نمیگه نزد کی بریم؟ نزد هیچ انسانی. انسان ها به آب تعمید میدن، یحیی میگفت نیست؟ میگه اما شخصی والا مقام میاد که من لیاقت ندارم بند نعلین او رو ببندم. من به آب تعمید میدادم تا حالا، اما شخصی میاد که او به روح و آتش تعمید میده عزیزان. خدا گفته کسی که نزد من بیاد هرگز او رو نخواهم راند. پس هر که تشنه باشد،
نزد کی بره؟ نزد من بیاد و بنوشد. برای قسمت های اول عزیزان واقعا باز هم متاسف هستم، برای ذهنای پیچیده، برای ذهنای فلسفی. منو ببخشین که با این سه تا چهار تا کلمه خیلی ساده و بچگانه تمام معادلات ذهنی شما رو فرو میریزم. ببخشین، فقط کلام خدا اینو میگه نیست؟ هر که تشنه باشد فقط قدم برداره نزد عیسی بیاد و بنوشد. بنوشد. اینجا افراد مذهبی حالشون گرفته میشه، چون افراد مذهبی براشون خیلی این غیر واقعیه، چون سوپر ساده است. فقط بنوشه، بنوشه. هیچ کس تو رو مجبور نمیکنه که دهنتو باز کنی آب بنوشی، درسته یا نه عزیزان؟ تو یه اسب سرکش و وحشی رو میتونی به زور خرشو بگیری بیاریش کنار آب، ولی هرگز نمیتونی مجبورش کنی که آب بنوشه. یه آمین داره یا نه عزیزان؟ خیلی ساده است. تا حالا شده تو با دهان بسته آب بنوشی؟ دهان فیزیکی تو باید باز بشه دیگه تا آب بنوشی. اینجوری که من نمیتونم آب بنوشم، دهنم باید باز باشه. این آب عینی باید با دهان باز نوشیده بشه. آب نامرئی روح خدا همینطور. درکش مشکل عزیزان، مشکله حتما، اما در ایمان نه. تا نهرهای آب زنده از بطن تو چی میشه؟ جاری بشه. منظور چیه؟ سخن گفتن به زبان هاست، زبان هایی که کسی نشنده، خودت هم نشندی، نمیفهمی چیه، شاید تا آخر عمرت هم نفهمی. سوال، پس برای چی من باید اینو دریافت کنم اگه نمیفهمم؟ برای چی؟ باید اصلا درخواست کنم. درسته، من سوالای همه شماها رو که تو ذهنتون الان داره میچرخه میخوام جواب بدم. اگه من نمیفهمم و تا آخرم نخواهم فهمید، برای چی باید اینو دریافت کنم؟ برای بنای انسان درونی، برای بنای این انسان حقیقی که پولس و افسوسیان میگه به انسانیت درونی از روح او به قوت زوراور شدید. عزیزان وقتی تو به زبانهای غیر سخن میگی، انسان درونی تو بنا میشه. باور میکنی؟ تو نسبت به صدای روح القدس چی میشه؟ حساس میشی، اسرار خدا رو میفهمی. عزیزان چیزایی بسیار دارم که الان متوجه نمیشین. وقتی به زبانها سخن میگی، کلماتی رو به زبون میاری که از ذهن طبیعی تو پوشیده است و جایی که مشورت خدا رو میخوای و اون مشورت مثل یک رازه برای تو. وقتی به زبانها صحبت میکنی، همین جمعه من یک بار خیلی عمیق، جمعه چه حالی بودم، من میگفتم من الان میخوام موعظه کنم برای روح القدس، خالی هم مثلا احساس میکنم روح القدس در من نیست، چه وضع حالی بودم. فقط جنگ نیکوی ایمان میخواست، نشستم گفتم خداوند باید انسان درونی من، روح تو به قوت زورآور بشه، رازهای خودتو بر من برملا کن. وقتی شروع میکنی، باور کنی اینقدر کلمات یه موقع برام تکراری میشه، میخوام بذارمش، بی ایمانی میاد، شک میاد، فکر نکنی من تافته جدا بافتم. فقط نشستم گفتم روح القدس تو اینا رو دادی، با اینکه بی ایمان میشم یه موقع، ولی میگم، تکرار میکنم، رازهای خدا مثل یک حبابی بر ذهن تو که تا حالا پوشیده بوده یک دفعه باز میشه. عزیزان رازهایی که درک انسانی تو نمیتونه اون رو بفهمه. تو اگه به دفتر ریاست جمهوری آمریکا بری، اون رازهایی داره، مواردی هست تو مملکتش، قانونهایی هست تو حکومتش که تو اصلا نمیتونی بفهمی و اصلا تحت اختیار تو نمیذاره، چون اگه تحت اختیار افراد جاهل بذاره، امنیت ملی داغون میشه، به هم میخوره، به خطر میفته، درسته یا نه؟ باید من بتونم در سطح رئیس جمهور آمریکا بتونم اون سوادش رو داشته باشم، یکم از سیاست وارد باشم که بتونم برم با اون صحبت کنم. آمین داره یا نه؟ چقدر بیشتر شاه شاه رب و لرباب. وقتی که میخوای بری به حضور او، باید یک کمی در سطح او بتونی با او سخن بگی. چیزهای بسیار دارم
و مشتاقم که تو بتونی بفهمی. رازهایی دارم که به تو بگم، اما در این بودی که هستی، با این درک طبیعی که داری، نمیتونی بفهمی اصلا خداوند چه رابطه بی نظیری رو برای ما در نظر گرفته، برای خیریت پادشاهی خودش عزیزان، برای حفاظت تک تک ما. وقتی ما به زبانها سخن میگیم، دشمن بی خبره. ما نمیدونیم چه خطراتی در دنیای روحانیه. تو اون لحظه که داری به زبانها صحبت میکنی، خداوند لشکرهای آسمانش رو به امداد تو میفرسته. نقشه های شیطان چقدر موقع ها باطل شده. دوباره سوال، پری روح یعنی چی؟ بازم نفهمیدم. پری روح زبان صمیمیت با خداست عزیزان. مثل زن و شوهرهایی که انقدر با هم آشنان، انقدر با هم یک شدن، انقدر صمیمین عزیزان که زبان خاص دارن، زبان علم و اشاره. من و آلبرت جان اوایل ازدواجمون، یه چند اوایل که نه چند سالی، این زبان صمیمیتمون خیلی ضعیف بود. یادم مهمونی میرفتیم، خب مثلا یه موقع اون چیزی میگم، من از زیر یه اینجوری میکردم که مثلا الان نه، این فارسیش مثلا الان قشنگ نیست اینا. یه موقع بعد یه هوی جلو همه اینجوری میگفت، نسرین چیه، چرا با پای راستت لگت میزنی به پای چپ من؟ یه موقع وسط چیز یه اینجوری میکردم، گفت چیه، چرا هی چشات میره بالا پای؟ عزیزان خدا راهی رو برای ما انتخاب کرده که وارد یه مشارکت، یک رابطه عمیق‌تر، سطح عمیق‌تر. الان من و آلبرت وارد یه سطح عمیق‌تر شدیم دیگه، یه سقلمه بهش بزنم آبرومون نمیره. سوال از شما، از کجا بفهمم که دارم به زبان ها صحبت کنم؟ من از کجا بفهمم که این زبان هایی که دارم دریافت میکنم زبان های روحه؟ عزیزان بازم این سوپر ساده است، چون چیز درستی رو دریافت کردی. لوقا باب 11 آیه 11 میگه هرگاه شما پدر آسمانی روح القدس رو بخواییم به شما میده. آمین. اول یوحنا 5:14 میگه این اصلا دلیری که نزد او داریم که هرگاه چیزی به طلبیم که در اراده او هست، او میشنوه و جواب میده. شلوس آفز، چیز دیگه ندارم بهتون بگم. فقط یک مانع اینجا عزیزم وجود داره که اون وقتی داری حرف میزنی، اون متهم کننده جانت میاد وسط بغل گوشت وزوز میکنه، از خودت بوده. ببین تو داری حرف میزنی نه خدا. بهش بگو آره دشمن جانم، دقیقا من خودم دارم حرف میزنم، درست گفتی، ولی روح القدسه که داره کلماتو به من میده. عزیزان اعمال باب 2:4 پس همه از روح القدس پر شده، آنگونه که روح به آنها قدرت تکلم میداد به سخن گفتن آغاز نمودن. یادت باشه فقط با زبان بسته، دهن بسته، زبان باید تکون بخوره. یه ماشینی که تو پارکینگه باید روشنش کنی. آمین. اونها با زبانها حرف زدن. کی حرف زد؟ افراد صحبت کردن. روح القدس حرف نزد، افراد صحبت کردن، اما کلماتو روح القدس داد. وقتی تو وارد یه صخره پر آب میشی عزیز جان، اگه پاتو نگیری بالا شناور نمیمونی. لبهای تو باید حرکت کنه، حتی به زبان مادری اگه حرکت نکنی تو حرف میزنی؟ نمیتونی حرف بزنی. روح القدس به زور زبانهای ما رو تحت اختیار خودش نمیگه، مجبور نمیکنه. تو دهانتو به نیکوی باز کن، ببین خدا چجوری اون رو پر میکنه. باور کنین توی بعد از ظهری که در روزه بودم، همه چی برام عجیب بود. فکر میکنم اینا که حرف میزنن به زبان آشوری داره حرف میزنن. معلمم هر دفعه زبان رو صحبت میکرد، گفتم خواهر ویولت این زبان آشوریه؟ میگفت نه زبان روحه. گفتم وای. میگفت تو هم میتونی؟ گفتم یعنی منم؟ یعنی واقعا منم میتونم با آشوری؟ میگفت آشوری نیست، زبان روحه. فقط یک بار روزه بگیر، یه هفته در حضور خدا باش، با هم قرار میزه. اونجا که رفتیم با
باور کنین فقط من دستمو گرفته بودم، همه چی برام عجیب بود، فقط یه ایمان بچگونه تای قلبم بود. همونجور که خواهر ویول صحبت کرد، منم میتونم صحبت کنم. داشتم پرستش میکردم. باور کنین نهرهای آب زنده که دارم میگم چطور از قلب و وجود من میجوشید. یک ساعت به طرز خیلی پرشکوهی در حضور خدا با زبانها صحبت میکردم. بعد از اون زندگی من متبدل شد. مثل شیر آبه عزیزان، شیر آب توشه نیست؟ اونایی که تولد تازه دارین، روح القدس در شماست، عیسی بر شما دمید، نیست که روح القدس گفتین عیسی خداونده. دوبار طرف رفته حاج آغاز، حاج خانومه، دوبار رفته مکه. آخه پس تفسیر قرآن رفته فقط میگه عیسی خداونده. چطور کارایی کرده؟ عزیزان به همون سادگی هست تعمید روح. کسایی هستن هست، این چاه هست، یه آیه هست انقدر برای من همیشه برکت بوده. تو اعداد باب 21 آیه 16 میگه ای چاه به جوش آی، ای چاهی که مرداب شدی در درون من به جوش آی، ای نهرهای آب حیات حرکت کنین. منظور اینه پرشین از روح القدس. اون چاه، اون نهر درون توست، فقط ایمان بیار و بذار این نهرهای آب زنده جاری بشه. ادهی هستن در کشمکش میفتن، سالهاست خادمه عزیز پر از وفاداری و امین بوده، فقط دل سرد شده، میگه من نگرفتم اینو. امروز وقتیه که به هر دل سردی و ناامیدی غلبه کنی و این پری روح القدس عزیزان دریافت کنی. فقط چند مانعی رایج عزیزان که اشاره میکنم. یکی بی ایمانی، شک. چقدر زیبا گفته عبرانیان باب 3 آیه 12 میگه مواظب باش، بر حذر باش، کسی در بین شما دل بی ایمان و شریر نداشته باشه. خیلی زیباست نیست؟ دل بی ایمان شریر رو موازی با هم گذاشته، چون بدون ایمان تحصیل رضامندی خدا محاله عزیزان. اگه ایمان نداری پس چرا باید اسم تو ایماندار بذارن؟ نیست؟ یا اسم تو باید عوض بشه یا عمل کرده تو عوض بشه. که ایمان دارم همه تون اینجا ایمان دارین و با ایمان امروز دریافت میکنین. و دومین چیز دلی ناموتی. میگه روح القدس رو مطیعان میابن. اگه در دل تو شورشیه، اگه در دل تو نااطاعتیه نسبت به کلام خدا، نسبت به وعده های خدا، نسبت به مسئولین روحانی، اینجا اعمال باب 5 آیه 32 میگه روح القدس به مطیعان داده میشه. و سومی چیز نبخشیدن که بزرگترین عامله که هفته پیش راجبش صحبت کردیم. عزیزان برای این سه مورد قبل از اینکه جلو بیاین این دعای دریافت پوری روح القدس رو بکنم، میخوام اول این فضا در نام عیسی مسیح هرچه دیفچه های بی ایمانی، شک، نااطاعتی و نبخشیدن اگه پس موندهش مونده اینجا خالی بشه و فضا باز و بازتر بشه تا روح القدس، این پرنده، این کبوتر الهی آزادانه بتونه پرواز کنه. آمین. چشمامونو ببندیم. ای خداوند در نام عیسی مسیح هر کدومتون خواهش میکنم، روح القدس نشون میده. همین جمعه من دل بی ایمان و شریر داشتم عزیزان. این غروره که یه موقع پیش خودم الان من بی ایمانم یعنی شریرم، نه. یه موقع برهاهای از زمان این به وجود میاد. اگه الان بی ایمانیه در قلبت نسبت به پوری روح القدس اعتراف کن و بگو ای پدر، پسر، در نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنم بی ایمانی منو، کم ایمانی منو، ضعف ایمان منو امداد کنی. و همینطور در قلب خودت بذار روح القدس نشونت بده. اگه نااطاعتیه، اگه شورشیه نسبت به وعده های خدا، کلام خدا، شکه، بیشتر نااطاعتی، نامطیع بودن، روح القدس نشون میده عزیزان. روح القدس اینجا حرکت میکنه در نام عیسی مسیح خداوند. قلب ها در حضور تو خم شه، زانوها خم شه، هم نااطاعتی و خداوند هر شورشی که در قلب برملا شه تا آزادی دختران و پسران خدا امروز برسه. در قلب خودت اعتراف کن
و بگو ای خداوند از نااطاعتی خودم توبه میکنم، اعتراف میکنم، هر سرکشی رو به حضور تو میارم و دعا میکنم دلی مطیع که روح مسیح به من امروز عنایت کنی. و همینطور خداوند در این لحظه تصمیم میگیرم اگه کسی رو نبخشیدم، اگه نبخشیدن در قلبمه، اگه ادعایی نسبت به کسی دارم، اگه احساس میکنم کسی بدهی در حق من داره، خداوند میخوام در نام قدوس تو تمام چک و سفته ها رو پاره کنم. هر نبخشیدن، هر ادعایی که میخوام زیر صلیب تو بذارم ای خداوند، چون میخوام امروز متمرکز بهترین چیزها باشم. نمیخوام این دیوچه ها، این دیو های تاریکی و ایمانی، نااطاعتی، نبخشیدن منو از اون سفره، از اون پوری تو محروم کنه. چند لحظه در سکوت باشین و هر چیزی که روح القدس نشون میده اعتراف کنین و طلب بخشش کنین. عزیزان اعتراف کردن یعنی توبه کردن، یعنی تپش قلب تو مثل تپش قلب خدا شروع زدن میکنی. اون موقع ایام استراحت و راحتی تو میرسه، اون فشار دندونایی که داری تمام مانه این دیف هایی که میخوان تو رو ببندن، در نام عیسی مسیح آزادی دختران و پسران خدا رو در این لحظه اعلام میکنم. آمین. امروز میخوام یه خبر خوش به تو بدم عزیزان، که امروز خداوند به نیازهای تو جواب نمیده بلکه به ایمان تو جواب میده. امروز چشمای خدا اینجا تردد میکنه، دنبال کسی میگرده که ایمان میاره. چشمای خدا در تمامی این قسمت‌ها داره تردد میکنه عزیزان، دنبال کسی میگرده که ایمان بیاره. در نام عیسی مسیح هر ضعف ایمانی به قوت تبدیل شه. دوباره چشمامونو میبندیم عزیزان، من میخوام به این چیزهایی که میگم فکر کنین، چون میخوام اشتیاق اون تشنگی در شما به وجود بیاد. یه لحظه فکر کن که روح القدس میخواد دوست تو باشه، یاور تو باشه، مشاور تو باشه، با تو وارد یه مشارکت تنگاتنگ بشه. یه لحظه فکر کن که روح القدس، این روح ابدی و ازلی خدا، میخواد به تو حکمت بده، میخواد رازهای کابینه الهی رو برای تو باز کنه، میخواد مشورت به تو بده اونجایی که میگی چه کنم و چه کنم. یه لحظه فکر کن، بذار این اشتیاق، این تشنگی در تو به وجود بیاد که روح القدس میخواد ترس خدا رو به تو بده تا از ترس هر انسانی روی این زمین آزاد شی، تا اون شادی حقیقی رو که بدون ترس خدا نمیتونی تجربه کنی به تو بده. یه لحظه فکر کن که روح القدس میخواد بارهای زندگی تو رو حمل کنه. روح القدس میخواد اونجایی که تو بنبستی در زندگی زن و شویی، به بنبست ها خوردی، به درهای بسته خوردی، عملکردهای انسانی تو فقط گره کور به وجود میاره، روح القدس میخواد درهای آسمان رو برای تو باز کنه. از دست نده این هدیه عظیم الهی رو. یه لحظه فکر کن خواهر برادر عزیزم، که روح القدس همینطور الان داره به طور خاص نشون میده عزیزان، در بعضی از شما درد بی درمونی وجود داره، یه دردهای علاج ناپذیری وجود داره که از روح طرد شدگی بر شما اومده. این روح طرد شدگی که از نسل‌های گذشته بر بعضی از شماها که الان اومدین باعث خیلی از دردهای روحی روانی، باعث ترس ها، تنش ها میشه. یه لحظه به یاد بیار روح القدس میخواد تو رو از این درد بی درمونه طرد شدگی آزاد کنه و شفا ببخشه.
روح القدس مزه این دنیا رو تلخ کن. اگه کسایی هنوز خداوند اینقدر حلهوله دنیا خوردن که با تمام این توصیفات هنوز تشنگی برای تو ندارن و بی تفاوتن برای اونس گرفتن با تو، برای راه رفتن با تو، این روح القدس سایه بیفکن. ای امداد الهی، الان نوبت توه.